تو پیاده‌سازی بک پروپگیشن اگه بخوایم پیاده‌سازی کنیم که باید بکنیم، چند تا نکته هست که حتما باید رعایت بشه و دیگه بعد از این اگه این نکات رو رعایت بکنیم هم میتونیم خیلی راحت پیاده‌سازی بکنیم، همین که مطمئن میتونیم بشیم پیاده‌سازیمون درسته. من میخوام چند تا نکته بگم، هم درست پیاده‌سازی بکنیم هم بتونیم راحت پیاده‌سازی بکنیم. نکته اول این هست که ما میخواییم از این تابع اثمین آنک، همون روش های بهینه‌سازی پیشرفته، برای مینیمایز کردن تابع هزینهی که تعریف کردیم استفاده کنیم. یه تابع هزینه هست میخواییم مینیمایزش کنیم، به یه سری پارامتر تتا هستی بیدانه، میتونیم از این روش بهینه‌سازی پیشرفته استفاده کنیم. گفتیم برای اینکه از این تابع استفاده کنیم، ورودی های این تابع رو نکنیم، یه کاست فانکشن میخواییم، یه مقدار اولیه برای پارامترمون و یه سری آپشن ها، مثلا چند تا تکرار انجام بشه این الگوریتم. الان در مورد این قسمت دارم صحبت می‌کنم و این قسمت. خب کاست فانکشن که یادمون هست، گفتیم کافیه هر تابع رو بخوایم مینیمایز کنیم یه کاست فانکشن بنویسیم که تتا رو بگیره، دو چیز برگردونه، مقدار تابع جی توی اون تتا و گرادیان تابع جی نسبت به اون تتا، این دو تا رو باید برگردونه. مونتاژ توی این پیاده سازی که ما کردیم اینا بردار بودن، تتا یه بردار n برابر 1 بود، حالا یا انتهایی گرادیان هم یه بردار بود، اما ما الان توی الگوریتم شبکه عصبی، تو شبکه عصبی یه بردار نداریم، چند تا ماتریس تتا داریم. خیلی ساده باید این ماتریس های تتا رو تبدیل کنیم به یک بردار، بعد با این کاست فانکشن اون بردار رو به عنوان ورودی بدیم، هم مقدار تابع هزینه یعنی جی تتا رو حساب کنیم، هم بردار گرادیان رو. حالا که بردار گرادیان رو حساب کردیم، باید دوباره بردار گرادیان رو بخش کنیم، چون یه ماتریس تتا 1 داریم، یه ماتریس تتا 2 داریم، یه ماتریس تتا 3. پس دو تا کار نیاز داریم، یکی این که ماتریس ها رو تبدیل کنیم به یک بردار، تمام ماتریس های وزن یعنی تتا 1 تتا 2 تتا 3، بعد این الگوریتم رو انجام بدیم و بعد که گرادیان ها رو حساب کردیم، دوباره این گرادیان ها که یه بردار رو تبدیل کنیم به چند تا ماتریس. حالا ببینیم چجوری این کار انجام بدیم، با مثال هم توضیح میدم که قابل فهم باشه. خب فرض کنید دوباره، چون میخوام یه مثال مشخصی بزنیم، یه شبکه 4 لایه داریم، یعنی دو تا لایه مخفی داره، یه لایه ورودی یه لایه خروجی، سه تا ماتریس بس پس داریم، یکی برای لایه اول به دوم، یکی برای لایه دوم به سوم، یکی برای لایه سوم به چهارم. به همین شکل سه تا ماتریس گرادیان داریم، D1 D2 و D1 دقیقاً هم اندازه تتا 1 گفتیم هست، چون قراره این با این جمع بشه، تتا 1 جدید میشه تتا 1 قبلی منها الفا ضرب در D1، اینا باید با هم جمع شن، پس باید هم اندازه باشن. همینطور D2 هم اندازه با تتا 2 هست و D3 هم اندازه با تتا 3 هست. خب اینجا این الگوریتم ورودیش یک بردار میگیره، من میخوام از این استفاده کنم، اینم سینتکسش اینجوریه، میگه یه تابع هزینه رو باید آدرسش رو من بدی و یک بردار مقدار اولیه پارامترات. ما چند تا ماتریس وزن داریم، باید همینا رو تبدیل کنیم به یک بردار. چجوری میتونیم این کارو بکنیم؟ پس باید الان ماتریسامون تبدیل بشن، همشون رو با هم ترکیب کنیم توی بردار. با یه مثال عددی ببینیم، یه شبکه داریم 4 تا لایه داره، فرض کردیم اندازه لایه اول 10، 10 تا نورون تو لایه اول، 10 تا نورون تو لایه دوم، 10 تا تو لایه سوم و یه دونه هم نورون تو لایه آخر داره. پس ابعاد هر لایه رو میتونیم حساب کنیم، تتا 1 چند تا چند میشه؟ 10 در 11، تتا 2 هم میشه 10 در 11 و تتا 3 میشه 1 در 11. پس این ابعاد لایه هاست، تتا 1 10 در 11، 10 تعداد اینها در 11، این در تعداد اینها به علاوه، تتا 2 دوباره 10 در 11، تعداد اینها در تعداد اینها به علاوه 1، و همینطور تتا 3 تعداد نورون ها تو لایه 4 زد در تعداد نورون ها تو لایه 3 به علاوه 1. دیام دقیقا هم ابعادشون مثل همین هست، یعنی D1 10 در 11، D2 10 در 11 و D3 1 در 11. پس اینم دی ها. حالا من میخوام این سه تا پارامتر تتا 1، تتا 2 و تتا 3، این سه تا ماتریس رو تبدیل کنم به یک بردار. توی مطلب گفتیم اگه بخوام یه بردار، اینو دقیقاً توی بحث مطلب گفتیم، اگه بخوام یه ماتریس رو به بردار تبدیل کنیم، فرض کنید یه ماتریس تتای داریم 2 و 1، میخوام تبدیلش کنیم به یک بردار، کافی این کارو بکنم. این یعنی تو ماتریس تتا از عنصر اول تا عنصر آخر همه رو بذار پشت سر هم، میشه یه بردار، یه بردار ستونی هم از پیش فرض. پس این میشه یک بردار. منتهی ما اینجا چند تا ماتریس داریم، تتا 1 تتا 2 تتا 3. پس تتا 1 رو به بردار تبدیل میکنم، تتا 2 رو هم به همین شکل به بردار ستونی تبدیل میکنم، تتا 3 رو هم به همین شکل به بردار ستونی از ابتدا تا انتها، هیچ چیزی قبل از این عملگر کالون نمی‌نویسیم. و بعد این ستا رو به هم میچسبونم، حالا یه بردار تتا 1 دارم، یه بردار تتا 2، یه بردار تتا 3، اینا میخوام به هم بچسبونم، یه تتا دست بیاد، کافی اینا رو زیر هم قرار بدم، گفتیم سمیکالون، اینا رو به صورت عمودی میتونیم برداشیم. پس این میشه همون تتایی که میخوام.
تتا. حالا تو مطلب چون من نمیتونم از نوتیشن های یونانی استفاده کنم، اسمشون رو گذاشتیم تتا، نوشتیم تتا. بگنه همینه. پس نمایید تتا یک رو تبدیل به مردار میکنم، تتا دو رو تبدیل به مردار، تتا سه رو تبدیل به مردار. این سه تا مردار ستونی رو به همین ترتیب به هم میچسبونم. برای قیام همین کارو میکنم. پس اسمی نمیذارم بردار تتا، اسمی نمیذارم بردار دی. بردار دی از این ماتریس های دی به دست اومده و بردار تتا از این ماتریس های تتا. حالا که الگوریتم ما انجام دادم و پروپاگیشن انجام دادم، گرادیان نسبت به بردار تتا، یعنی من گرادیان نسبت به این رو حساب کردم، حالا باید این گرادیان نسبت به این رو به سه تا گرادیان تقسیم کنم، به سه قسمت تقسیم کنم. ببین چون اندازه ها رو میدونم خیلی راحته. دستور ریشه هم تو نامپای هست هم توی مطلب هست برای تغییر ابعاد یک ماتریس. من از این ماتریس چون ابعاد ماتریس ها معلوم بود، یکی 10 در 11 بود یعنی 110 تا عنصر داشت، دوباره تتا 2 10 در 11 بود یعنی 110 تا، و تتا 3 1 در 11 یعنی 11 تا عنصر داشت. پس این ماتریس ما کلاً ابعادش 110 تای اولش، یعنی از عنصر اول تو مطلب اندیساز این چون شد تا دقیقا عنصر 110 هم اینا میشن مراد بردار تتا یک ماتریس تتا. 110 تای بعدی، این 110 تای بعدی یعنی از عنصر 111 تا 220 اینا میشن مراد تتا 2، و اون 11 تا عنصر آخر یعنی از 221 تا 231 چرا؟ دیستی و یک؟ آره. خب این هم میشه مراد تتا سه. یعنی ما تتا یک رو تبدیل کردیم به ماتریس، به بردار، تتا دو رو به بردار ستونی تبدیل کردیم، تتا سه رو به بردار، اینا رو هم چسبوندیم. حالا گرادیان ها رو حساب کردیم از اینها، بردارهای گرادیان، این بردار دی. خب این سعادت های اولش میشه مراد دی یک، سعادت های بعدی، سعادت های دوم میشه مراد دی دو، و اون یازده تای آخر میشه مراد بردار دی سه. خب اول باید این سعادت ها رو از این بردار بردارم. خب عملگر کولوم توی ماتریس تتا، حالا جداری از بردار تتا حساب کنیم، یعنی بردار تتا رو تبدیل کنیم به ماتریس تتا، یعنی این قسمت رو تبدیل کنیم به تتا یک، این قسمت تبدیل به تتا. پس از عنصر اول تا عنصر سعادت هم توی بردار رو بردار و بعد ریشه بشون کن. از عنصر اول تا عنصر سعادت هم رو تبدیلش کن به یک ماتریس 10 در 11. چرا 10 در 11؟ چون تتا یکمون هم 10 در 11. سعادت های بعدی یعنی از عنصر 111 هم تا عنصر 200 هم رو دوباره تبدیل کن به یک ماتریس 10 در 11، اینو بذار تو تتا 2، و 11 های آخر رو تبدیل کن به یک ماتریس 1 در 11 و اینو بذار توی تتا 3. پس خیلی راحت میتونیم یه سری ماتریس رو تبدیل کنیم به یه بردار و بردار رو تبدیل کنیم به یه سری ماتریس. حتما این کار لازم هست و علتش هم دوباره توضیح میدم، این هست که توی F min Ang ما ورودی باید یه بردار بدیم، یعنی همه پارامترهای وزن ما رو باید تبدیل کنیم به یک بردار. منتهی تو شبکه عصبی پارامترهای وزن ما پخشن بین چند تا ماتریس، ما همین ماتریس ها رو کردیم یه بردار، و آخر هم گرادیان رو حساب کردیم، دوباره اون گرادیان ها رو تبدیل میکنیم به چند تا ماتریس که بتونیم با تتاها جمع بکنیم. خب پس ببینیم چجوری میشه این الگوریتم. با داشتن تتاها که اول تصادفی مقداری کردیم، تتا یک، تتا دو، تتا سه، اینا رو تصادفی با مقادیر کوچیکی این شکل کرد، این ستا رو با هم میچسبونیم، تبدیلش میکنیم به این ماتریس به بردار ستونی که بتونیم این اینیشیال تتا رو بدیم به عنوان ورودی به تابع اف مین آنگ. تابع اف مین آنگ یه بردار میگه. ما این ستا رو که اینیشیالایز کردیم به صورت تصادفی به هم میچسبونیم با همون کدی که توی اسلاید قبل دیدیم، و بعد اینها رو به عنوان ورودی، بعد حالا میایم این کاست فانکشن رو باید پیاز سازی بکنیم. کاست فانکشن گفتیم فرمتش اینجوریه، تتا رو میگیره، جی تتا یعنی مقدار تابع هزینه تو اون تتا خاص، و گرادیان تابع هزینه نسبت به تتا رو برمیگردونه این شکلی. حالا باید اینو پیاز سازی کنیم. تو این تابه است که الگوریتم بک پروپاگیشن رو پیاز سازی می‌کنه، یعنی مرحله فوروارد و بک وارد رو توی این تابه کاست فانکشن. یعنی اگر بخوایم از روش‌های بهینه‌سازی پیشرفته استفاده کنیم بازم فرقی نمی‌کنه، باید بک پروپاگیشن رو پیاسازی کنیم. چرا؟ چون گرادیان‌ها رو نیاز داریم. حالا ما گرادیان‌ها رو داشته باشیم، می‌تونیم از گرادیان کاهش استفاده کنیم، می‌تونیم از روش‌های مرحله دوم استفاده کنیم، می‌تونیم گرادیان مزدار، منتهی گرادیان‌ها رو نیاز داریم و برای محاسبه گرادیان‌ها بک پروپاگیشن نیاز هست. پس البته بک پروپاگیشن رو خودمون باید پیاسازی کنیم تو تابع کاست فانکشن. چه جوری؟
بردار تتا رو دادیم به عنوان ورودی. این بردار تتا. خب کدی می‌نویسیم که مقدار تابع رو حساب بکنه و بعد با همون الگوریتم بک پروپگیشن گرادیان تابع اینا رو می‌نویسیم. پس از روی تتا وکتور ماتریس‌های تتا 1 تتا 2 و تتا 3 این بردار رو می‌گیم داخل. توی الگوریتم ما چی نیاز داشتیم؟ ماتریس‌های تتا نیاز داشتیم. گفتیم لایه اول در تتا ضرب میشه خب ورودی لایه دوم. دوباره خروج لایه دوم رو حساب می‌کنیم، در تتا بعدی ضرب می‌کنیم میشه ورودی لایه بعدی. پس اول این بردار تتایی که با هم می‌دیدیم تبدیلش می‌کنیم به سه تا ماتریس. حالا که سه تا ماتریس داریم، ورودی می‌دیم، لایه به لایه محاسبات رو انجام می‌دیم، خروجی حساب می‌کنیم. این میشه محل فوروارد، یعنی جی تتا. هزینه‌ها رو که حساب کردیم، دلتاها رو حساب می‌کنیم و اینا رو به سمت عقب منتشر می‌کنیم. پس دلتا ها رو که حساب می‌کنیم در نهایت از اون دلتا هم دی آر حساب می‌کنیم. یه دی یک حساب می‌کنیم، یه دی سه حساب می‌کنیم، اونجا دی چهار، یه دی سه حساب می‌کنیم، یه دی دو. حالا خروجی این تابع دوباره باید یه بردار باشه. خروجی این تابع کاس فانکشن دوباره بردار گرادیان باشه. این گرادیان نسبت به اون سه تا ماتریسه. دوباره باید این سه تا ماتریس رو به هم بچسبیم، تبدیلش کنیم به یک بردار. در نهایت این سه تا رو دی یک، دی دو و دی سه. اینا رو می‌چسبونه همونطوری زیر هم دیگه به عنوان بردار گرادیان. حالا دیگه الگوریتم اف مین آن خودش میدونه از این گرادیان چجوری استفاده کنه و چجوری بگیره. پس بک پروپگیشنمون در واقع توی کاس فانکشن بیاساز میشه. فقط یه نکته هم میمونه که از کجا مطمئن بشیم درست بیاسازی کردیم، چون بالاخره محاسبات ممکنه طولانی باشه و ممکنه ما یا تو محاسبه مشتق‌ها اشتباه کنیم یا بالاخره تو بیاسازی اشتباه بکنیم. حتما باید مطمئن بشیم که درست بیاسازی کردیم. روش گرادیان چک یا بررسی گرادیان ها تضمین میکنه که ما درست الگوریتم گرادیان کاهشی رو بیاسازی کنیم. الگوریتم بک پروپگیشن ببینیم چجوری ایدش. ایدش خیلی ساده است. میگه شما گرادیان میخواین نسبت به پارامترهای تتا حساب کنید. من دیگه راجع به تتا 1 تتا 2 تتا 3 سوال میکنم. یه ماتریس تتا اصلا یه بردار تتا. شما میخواین گرادیان ها رو، گرادیان تابع هزینه رو نسبت به یه سری پارامتر تتا میخواین حساب کنید. این روشی که الان گفتیم با استفاده از فرمولای ریاضی میشه روش تحلیلی، یعنی فرمول درست، مقدار دقیق. این چیزی که الان تو الگوریتم بک پروپگیشن گفتیم برای محاسبه گرادیان ها نسبت میشه روش تحلیلی، یعنی با استفاده از فرمول هایی که توی مشتق و توی حسابان بلدیم. برای اینکه مطمئن بشیم این درسته میام این رو به یک روش دیگر حساب کنیم، یعنی همین رو به یک روش دیگر حساب میکنیم، به روش عددی، یعنی تخمین میزنیم درس محاسبات عددی. پس یک روش تحلیلی داریم که دقیق گرادیان ها رو حساب میکنه، یه روش تخمینی هم داریم، روش عددی که به صورت تخمینی. خب اینا تخمین همونان دیگه، یه بردار یه نمی بردار. این دو تا بردار باید خیلی به هم نزدیک باشن، یعنی اختلافشون باید خیلی ناچیز باشه. اگه این دو تا تقریبا مساوی بودن یعنی درست محاسبه کردیم، و اگر نه اختلاف داشتن چون داریم بردار گرادیان رو به دو روش مختلف حساب می‌کنیم، یکی به این روش، روش دقیق، یکی به روش تخمینی. خب این تخمینیه قطعا ممکنه مساوی نشه، ولی باید اختلاف خیلی کمی داشته باشه. با مقایسه کردن این دوتا، یعنی اون برداری که از روش تحلیل حساب کردیم تو بک پروپگیشن و اون برداری که تخمین زدیم، میتونیم مطمئن بشیم الگوریتم داره درست کار کنه. و وقتی مطمئن شدیم درست کار میکنه، دیگه این قسمت رو حذفش میکنیم، غیر فعالش میکنیم. چون این قسمت خیلی پرهزینه است، خیلی زمان بره محاسبه گرادیان ها به صورت تخمینی، وگرنه اصلا این همه دردسر لازم نبود. ما از همون اول گرادیان ها رو تخمین میزدیم، یعنی اصلا بک پروپگیشن نیازی نبود. این دو تا ایراد داره: یک، خیلی هزینه دار هست روش تخمینی، دو، تخمینیه، یعنی گرادیان ها رو دقیق حساب نمی کنه، داره تخمین میزنه. پس ترجیح میدیم از همون روش تحلیلی تو بک پروپگیشن استفاده کنیم. اما برای اینکه مطمئن بشیم روش تحلیلی داره درست کار میکنه، یعنی ما درست پیاسازی کردیم، فرمولا رو درست حساب کردیم، میام با گرادیان تخمینی مقایسهش میکنم. خب اول مفهوم گرادیان رو ببینیم توی یک تابه. مفهوم گرادیان تابه توی یک نقطه، حالا اینجا تابه هم تک متغیر است، توی مثال های ما تابه هم کم متغیر است، هیچ فرق نمیکنه. خب من میخوام گرادیان تابه رو توی نقطه سا، یعنی میخوام توی نقطه شیب تابه رو تخمین بزنم، یعنی اینو توی این نقطه میخوام شیب تابه رو، شیب تابه یعنی تابه این خطه، میخوام تخمینش بزنم، خطی که مماثل تابه تو نقطه. برای این کار میام کار میکنم، یه اپسیلون کوچیک در نظر میگیرم، مثلا در ادامه مرزی هم یک صد میلیونیوم، یک ده میلیونیوم،
هرچی یه عدد کوچیک. و بعد تتای منها به اندازه اپسیلون میره عقب، میشه تتای منها اپسیلون دیگه. و بعد مقدار تابع هزینه رو توی اون نقطه حساب کن، یعنی توی تتای منهای اپسیلون. پس این خود تتای منهای اپسیلون هست، مقدار تابع یعنی طول این خط میشه جی تتای منهای اپسیلون. یه تابع است دیگه، تو هر نقطه میتونم این تابع رو حساب کنم. پس مقدار تابع رو تو نقطه تتا منهای اپسیلون حساب کنم. همین کار برای تتا بعد از اپسیلون هم انجام دادم. یعنی یه ذره میرم دوباره جلو، دوباره مقدار تابع رو تو نقطه تتا علاوه اپسیلون حساب میکنم. یه مثلث ایجاد میشه. ضلع افقیش اندازش 2 اپسیلونه؟ نه. ضلع عمودیش اندازش چنده این ضلع؟ اختلاف این دوتا. جی تتا علاوه اپسیلون منهای جی تتا منهای اپسیلون. جی تتا علاوه اپسیلون منهای جی. خب من چی رو میخوام؟ من الان میخوام یه مثلث قائم زاویه است دیگه. من تانژانت این زاویه رو میتونم خیلی راحت حساب کنم. ضلع رو به رو به ضلع مجاور. تانژانت زاویه میشه شیب همون وتر. ببینید این مثلثمه. من شیب این خط رو میخوام حساب کنم، کافیه تانژانت این زاویه رو حساب کنم. دو تا برابره. خب تانژانت هم تعریفش اینه، ضلع رو به رو به ضلع مجاور. پس شیب این خطه یعنی وتر این مثلث، این خط مشکی، شیبش هست جی تتای علاوه اپسیلون منهای جی منهای تتا منهای اپسیلون تقسیم بر 2 اپسیلون. این خط تقسیم بر این، این ضلع، ضلع رو به رو تقسیم بر این میشه همون تانژانت این زاویه یا همون شیب این خط. خب اگر اپسیلون خیلی کوچیک باشه، همونطور که می‌بینید این دوتا یعنی واقعا شیب واقعی و شیب این وتره تقریبا باید با هم برابر باشه. این به تتا بستگی داره دیگه، به اپسیلون. هر چی اپسیلون کوچیک‌تر، وقتی اپسیلون به سمت صفر میل می‌کنه این دو تا دقیقاً مساوی میشن، ولی خب اپسیلون نمیتونه صفر باشه دیگه، به سمت صفر میل می‌کنه. اصلا این فرمول مشتق هم هست دیگه، نیست؟ خب پس به این روش من میتونم تو هر نقطه‌ای شما تتا رو برن دادیم، تو هر نقطه‌ای میتونم گرادیان تابتون نقطه رو تخمین بزنم، یه شیب این خط رو میتونم تخمین بزنم از روی مثلث. منتهی اینه تابمون یه بعدیه. توی شبکه عصبی تا همون چند تا پارامتر تتا داره، تتا یک، تتا دو، تا تتا ام، هزار تا. همه تتا تو ماتریس‌های مختلف رو تبدیل کنیم به یک بردار ستونی، میشه یه میلیون، میتونه یه میلیارد باشه. تو شبکه‌های روزی چند صد میلیون از این پارامتر هست. خب فقط فرقش اینه، اینا پیاله‌سازیش تو مطلب جی تتا علاوه اپسیلون رو حساب می‌کنم، منهای جی تتا منهای اپسیلون می‌کنم، تقسیم بر دو برابر اپسیلون. این میشه گرادیان تخمینی توی این نقطه نسبت به تتا، یعنی شیب این تابع داریم تخمین می‌زنیم شیب این خط. توی شبکه عصبی تابع بردار تتای ما این بعدیه. این بردار تتا از کجا به اصطلاح ماتریس‌های تتا یک، تتا دو، تتا سه، حالا اگه لایه‌ها بیشتری هم داشت همه رو به هم کانکاتینیت کردم، اول تبدیل به یه بردار ستونی کردم و به هم چسبوندم، خلاصه شده یه بردار تتا. یعنی تابع تابع چند متغیر است. همین کار رو انجام میدم، منتهی هر بار برای فقط یک متغیر، یک بود. یه بار برای تتا یک، یعنی بقیه رو ثابت در نظر میگیرم، فقط تتا یک رو با اپسیلون جمع میکنم و اپسیلون. یه بار برای تتا دو همین کار رو میکنم، یه بار برای تتا سه، یه بارم برای تتای ام. نگاه کن اینجا فقط برای تتا، یعنی تتا یک رو با اپسیلون جمع کردم، تتا یک رو منهای اپسیلون کردم، مقدار تابع جی رو تو نقطه جی حساب کردم، اختلاف تقسیم بر دو. این میشه تخمین گرادیان نسبت به تتا یک. اینجا باید این تتا یک باشه، اینو درست کنم، من یادم باشه درستش کنم. این باید تتا یک تخمین داریم میزنیم گرادیان، در واقع گرادیان نسبت به تتا یک تقریبا برابر است با این، هر چی اپسیلون کوچیک‌تر باشه این تقریبا دقیق‌تر باشه. پس ببینید بقیه رو ثابت در نظر گرفتی از تتا دوتا، فقط تتا یک رو یه بار با اپسیلون جمع کردیم، یه بار منهای اپسیلون و مقدار تابع رو تو این دو. این که گفتیم هزینه برای این روش دقیقاً به همین خاطره. این تا پارامتر داریم، مثلا 1 میلیون پارامتر، به ازای هر پارامتر هم دو بار باید تابع رو حساب کنیم، یه بار به علاوه اپسیلون، یه بار منهای اپسیلون. محاسبه این تابع چقدر طول میکشه؟ جی تتا به تمام داده های مجموع آموزشی بستگی داره. حالا فرض کن چند میلیون هم داده آموزشی داریم توی مسئله دنیای واقعی. به همین خاطر گفتیم این روش خیلی روش کندیه. خب حالا یه بارم برای تتا دو همین کار کنیم. اینجا شما تتا دو رو یادتون باشه بگذارید. این میشه گرادیان نسبت به تتا یک، این میشه گرادیان نسبت به تتا دو. یه سابسکریپت دو هم اینجا بگذارید. خب پس این دفعه بقیه ثابت در نظر گرفتیم، یعنی تتا یک، تتا سه، تتا ام رو ثابت در نظر گرفتیم.
فقط برای تتا دو یه بار با اپسیلون جمع کردیم، مقدار تابع هزینه رو اونجا حساب کردیم، یه بار اپسیلون ازش کم کردیم. همینطور تا تتا این کار رو انجام بدیم. اینجا یه ام بذاریم، اینجا مشتق نسبت به ام تقریبا میشه این. خب اینا رو کنار بذاریم چه بردار دیگه، این همون بردار تخمینی هست، همون گرادیان تخمینی هست، بردار گرادیان. پس ما یه بردار گرادیان با روش تحلیلی حساب کردیم، یه بردار گرادیان با روش تخمینی. این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، یعنی عنصر به عنصر با هم مقایسه کنیم، یعنی اختلاف این دوتا رو باید محاسبه کنیم. این اختلاف باید خیلی کم باشه، مثلا میتونیم مجموع مربعات اختلاف ها رو حساب کنیم یا قد مطلق اختلاف ها رو باید این باید خیلی کم باشه. حالا این خیلی کمه میتونه شما تعیین کنید که چقدر میخواید نزدیک بشه، در تمام منفی 5 اختلاف، در تمام منفی 3، در تمام منفی، چون این تولرانس رو شما تعریف میکنید. تو پیازسازی هم تو مثلا خیلی راحت میتونید گرادیان چک رو اینجوری پیازسازی کنید. ببین بردار تتا رو میخوایم دو تا کپی ازش ایجاد کنیم، یه تتا برای حالتی که اپسیلون ها رو جمع میکنه، یه تتا برای حالتی که اپسیلون رو کم میکنه. پس من یه بردار تتا دارم از پارامتر اول تا پارامتر n، تتا 1 تا تتا n. این کار تکرار میکنه. اول یه کپی از تتا تو تتا پلاس اضافه میکنم، کپی میکنم، چون من نمیخوام کل تتا رو با اپسیلون جمع کنم، چون تو مطلبم مثل پایتون برودکاستینگ انجام میشه. وقتی شما یه بردار رو با یه عدد جمع میکنی، یعنی چه اتفاقی میفته؟ تک تک عناصر بردار با اون عدد جمع میشه. من اینو نمیخوام، من فقط میخوام یه عنصر خاص با اپسیلون جمع کنم. پس یه کپی ازش ایجاد میکنم، اون عنصر خاص یعنی عنصر آیون رو فقط با اپسیلون جمع میکنم. دوباره یه کپی دیگه ایجاد میکنم تتا ماینس، و بعد اون عنصر خاص رو منهای اپسیلون میکنم، و بعد میگم جی تتا پلاس تو این مقدار تابع حساب میکنم، تو اینم مقدار تابع حساب اصلا کم میکنم، تقسیم بر دو برابر اپسیلون. این میشه گرادیان، تخمین گرادیان نسبت به همین تتا آر. حالا به ازای تتا 1 تا تتا این کار رو تکرار میکنم. اینو پیازسازی میکنیم و مطمئن میشیم این بردار دی وکتوری که توی الگوریتم بک پروپاگیشن حساب کردیم و این بردار گرادیان اپروکسیمیشن، این تخمین گرادیانی که اینجا زدم، تقریبا باید با هم با اختلافشون باید خیلی کم باشه. اگر کوچکترین اشتباه کنید اختلاف اونها انقدر زیاد میشه که کاملا متوجه خواهید شد. بنابراین خیلی مهم نیست چقدر به هم نزدیک باشن. کوچکترین اشتباه، چون هی داره ضرب میشه، گرادیان یک لایه در لایه قبلی ضرب میشه، این خطا همینجور منتشر میشه و بزرگ میشه. بنابراین با کوچکترین اشتباه خواهید دید که اینا اصلا مثل هم نخواهند بود. بنابراین به راحتی میتونید خطا رو توی پیازسازی تشخیص بدید. پس تو نقاط پیازسازی الگوریتم پس انتشار رو برای محاسبه گرادیان تحلیلی پیازسازی میکنید. این الگوریتمی که الان گفتم گرادیان چه، اینو برای محاسبه گرادیان تخمینی پیازسازی میکنید. مطمئن میشین که توی یه تکرار حداقل توی یه ایپوکس آموزش این دوتا با هم برابرن، و وقتی مطمئن شدیم برابرن دیگه اینو غیر فعالش میکنم، چون خیلی زمان بر هست. مثلا رو کامپیوتر من روی مسئله معمولی هر بار که میخوام حساب کنم چند دقیقه طول میکشه، فقط همین گرادیان هر بار چند دقیقه طول میکشه. خب و وقتی فهمیدیم این دوتا مشابهن، یه تابع این تابع گرادیان چک رو، یعنی این حالت محاسبه گرادیان تکمیل رو غیر فعال میکنیم، و مطمئن شدیم الگوریتم پس انتشار داره درست گرادیان رو. از همین برای آموزش شبکه عصبیمون استفاده میکنیم. اگه غیر فعالش نکنید خواهید دید توی تمرین ها دارید این رو براتون میگذارم تمرین رو، و خواهید دید که خیلی کنده. خب اول باید برای شبکه همون یه معماری انتخاب کنیم، لایه ورودی که باید داشته باشیم، لایه خروجی هم که باید داشته باشیم. لایه ورودی اندازش مشخصه، ورودی هاتون چند ورودیه، مثلا بردارای فیچرتون چند تا فیچر دارید. مثلا اگه یه تصویر دارین 32x32x3، پس بردار ورودتون هم باید 32x32x3، این کاملا باشه. خروجی هم که به تعداد کلاس ها بستگی داره، گفتین اگر دو تا کلاس دارین فقط یه خروج می‌خواید، و اگر کار کلاس دارین کار تا خروجی می‌خواید. میمونه لایه‌های مخفی. توی روش‌های سنتی گفتیم تا لایه مخفی یا یک یا دو، بیشتر از این خیلی کم استفاده می‌شد، معمولا هم همون یه دونه استفاده می‌شد، چون هر کاری با دو تا لایه رو تیم کنی با یه لایه هم قطعا میتونی، چون یه شبکه با دو لایه مخفی میشه تابع غیر خطی، یه شبکه با یه لایه مخفی هم میشه باز یه تابع غیر خطی، میتونی دو تا رو مثل هم معمولا با یه لایه مخفی انجام. اما تعداد مرورها تو لایه مخفی رو خودتون باید تعیین بکنید. چه جوری؟ روش‌های مختلفی هست. یکی که از یه تعداد کم شروع کنید و هی الگوریتمتون رو ترن بکنید تا جایی ببینید که تعداد به اندازه‌ای هست که اون خطای مورد نظر شما خطای خوبی هست، یعنی در اندازه کافی خوب داره عمل میکنه، از کوچیک به بزرگ. یه حالت این است که از یه حالت خیلی بزرگ شروع میکنید، میبینید خوب داره جواب میده، بیش از حد خوبه، یعنی داره اوورفیت اتفاق میفته، بعد شروع میکنید به کم کردن تا جایی که ببینید که دیگه اوورفیت اتفاق نمیفته. اگه یه لایه داشته باشید، اگه هم دو تا لایه داشته باشید،
شما همیشه اول اون یه لایه اول رو تعیین کنید، لایه اول خیلی مهمه، لایه مطلب اندازش. لایه دوم سوم به بعد میتونید تو بیشتر موارد هم تعداد با همون لایه اول در نظر. یعنی اگه فهمیدید لایه اول مخفی تو 100 تا نورون داره، میتونید لایه دومتون، یعنی خیلی دیگه موثر نیست اون. خود لایه اول چرا، ولی لایه های بعدی معمولا یه روش دیگه. این قانون نیست که حتما باید این کارو کنید. اینا میگیم تو بیشتر موارد این جواب میده. مثلا اگر توی مسئله فهمیدید 100 تا نورون برای لایه اول مناسب هست، حالا میخواین دو لایه مخفی داشته باشید، میتونید لایه مخفی دومتون رو دوباره 100 تا نورون در نظر بگیرید. حالا اگه یه ذره کم کنید یا زیاد کنید، خیلی ساختار شبکه‌تون به هم نریخته، خیلی هم کارایی تغییر نمیکنه. اینو میتونید در عمل امتحان بکنید. و البته کوپیگیشن رو هم من توضیح دادم، در مورد بررسی گرادیان توضیح دادم که حتما این کار رو باید انجام بدیم. یعنی گرادیان رو بسیار تحلیلی حساب کنیم، تحلیلی حساب کنیم، اختلاف رو حساب کنیم، مطمئن بشیم که پیاده سازی هامون درسته. بعد میتونیم از روش وقتی که گرادیان ها رو به دست آوردیم با بک پروپگیشن، حالا میتونیم از گرادیان کاهشی استفاده کنیم، یا میتونیم هر کدوم از روش های بهینه سازی پیشرفته ای که بعد تستیم یا تو مطلب هست رو میتونیم استفاده کنیم. منتش گرادیان ها رو نیاز داریم و فقط وظیفه الگوریتم پروگرشن اینه که این گرادیان ها رو حساب کنه، هیچ کاری دیگه نمیکنه، فقط برای ما گرادیان ها رو حساب میکنه. پس الگوریتم مینیمایزیشن نیست بک پروگرشن، فقط گرادیان حساب میکنه. خب چون تابع اون غیر کوش هست، شما ممکنه هر بار که اجرا میکنید چون تصادفی مقدار دیگه میکنید اولیه تتارو، ممکنه یه لوکال اپتیموم پیدا کنید. برای اینجوری که معمولا چندین بار اجرا میکنید، ببینید تو اجرا مختلف تو کدوم اجرا بهترین جواب داد. یعنی مطمئن نباشید که حتما جوابتون بهترین جواب ممکنه. اینم با توجه به غیر کوش بود. یعنی ممکنه یه بار اجرا کنید، چون از اینجا شروع کردین الگوریتم گرادیان کاهشی، این مسیر رو طی کنه برسه به واقعا یه لوکال اپتیموم که بین لوکال اپتیموم ها بهترینه، یعنی گلوبال اپتیمومه، یا ممکنه که برسه به هر کدوم از این یکی های دیگه.